درود به همه دوستداران، تماشابینان و علاقمندان برنامه های تلویزیونی بهارستان و برنامه تجربه. همین طور هم هست. برنامه نوبتی تجربه را تقدیمتان می‌سازیم. و امروز من بنظیر با مثل هر وقته با تجربه های نو، جالب و شوق‌آورم با شما هستم. تماشابینانی عزیز، برنامه تجربه سالهای زیاد است که پیشنهادی شما می شود و در هر برنامه من بنظیر به شما یک تجربه جالب را نشان می دهم. و طوری که شما می دانید، تجربه ها یا خیمیایی و یا فیزیکی می شوند. و من بیشتر کوشش می کنم که به شما تجربه های فیزیکی را نشان بدهم تا که آنها را همه خردسالان اجرا کنند. ولی برای آنی که از فن خیمیا نیز شما قفا نمانید، من بعضی وقت به شما تجربه های خیمیایی را نیز نشان می دهم، زیرا تجربه های خیمیایی نیز خیلی جالب هستند. و تماشابینان عزیز، تجربه که امروز من به شما نشان می دهم یک تجربه فیزیکی می باشد که آن با مواد خیلی دسترس اجرا می شود. و برای همین بیاید من شما را با مواد این تجربه شناس می سازم. در این تجربه با ما لازم است целлофанی پلی‌تیلنی، ظرفی پلاستیکی و نایچه. آن از همین مواد ما یک تجربه خیلی شوق‌آور اجرا میکنیم. شما ممکن فکر میکنید که چگونه این سه مواد با هم علاقمند هستند و چگونه تجربه را ما میتوانیم اجرا کنیم. پس با دقت باشید و ما را همراهی کنید و بیاید تجربه را همراه اجرا میکنیم. خوب، با اجرای تجربه شروع میکنیم. در اول ما ظرف پلاستیکی را در روی میز میگذاریم. ظرف پلاستیکی را ما با مثل پایه استفاده میبریم. و اکنون یک نایچه را گرفته بر رویش میگذاریم. و بینندگان عزیز، طوری که شما مشاهده کرده استادید، نایچه از جایش نمی جنبد. ببینید چقدر که ما با دستمون با آن تاثیر میکنیم در جایش. بینندگان عزیز، ببینید من دستم رو به نایچه نزدیک میکنم ولی نایچه حرکت نمی کند، جایش رو عوض نمی کند. و همین طور هم از شما فکر میکنید که چگونه باید حرکت کند وقتی که ما با دستمون به نایچه تاثیر نکرده ایم. و حاضر باشد من کاری میکنم که نایچه از پشت دستی من حرکت میکند. بیایید میبینیم. ببینید علاقه ما حرکت نایچه را خوب مشاهده میکنیم. ببینید من با دستانم نایچه را نمیرسم ولی نایچه از پشت دستانی من حرکت میکند. با مثل یک سر میتواند همین ترنه. ما نایچه را نمیرسیم ولی نایچه از پشت دستانی ما حرکت میکند. یعنی کجایی که ما دستانمون را بریم، نایچه آن همون طرف میرود. فکر میکنم که این تجربه برای کودکان خیلی جالب میشود، زیرا آنها خود را یک سحرگر حس میکنند. آن همین طور ما با یک نایچه دست نزده توانستیم که، فکر میکنم که این تجربه با کودکان خردسال خیلی جالب میشود، زیرا آنها خود را یک سحرگر حس میکنند. برای آن که ما با نایچه دست نزده، با نایچه با دستمون تاثیر نکرده ایستاده ایم، اما نایچه سمت خود را عوض میکند. بیایید میبینیم که با نزدیک کردن قلم نایچه از پشت آن میرود یا نه. میبینیم که نایچه با قلم نزدیک نمی شود ولی با دستان تاثیر می کند. یعنی دستانی ما با نایچه تاثیر می کند ولی قلم نه. و
وقتی که ما از جای قلم دستمون رو نزدیک میکنیم ببینید نچه حرکت میکند اما وقتی که قلم رو نزدیک میکنیم نچه حرکت نمیکند تماشابینانی عزیز فکر میکنم که این تجربه با شما خیلی جالب شد و شما بی‌صبرانه انتظارید که من با شما بگویم که با نچه چیکار کردم که اون از پشت دستانی من حرکت میکند در حقیقت این خیلی آسان و ساده است و شما باور نمیکنید وقتی که من با شما میگویم که من نایچه رو در سلوفانی پولیتیلینی سویش دادم. بله تماشابینانی عزیز، ما برای اون که نایچه از پشت دستانی ما حرکت کند، تنها سلوفانی پولیتیلینی رو استفاده میبریم. انا همینطور سلوفان رو میگیریم و اون رو با نایچه سویش میدهیم. شما می توانید نه فقط با سلوفانی پولیتیلینی بلکه در یگان متای پشمین و یا در موی سر خود نایچه رو سویش بدهید. با این تجربه ما اجرا می شود. انا همینطور ما اون رو سویش دادیم. می گذاریم. و می بینیم که انا همین خیل دستانی ما با نایچه تأثیر می رسانند. ولی ما می دونیم که قلم با نایچه هیچ تأثیر نمی کند. چی قدره که ما قلم رو با نایچه نزدیک می کنیم اما نایچه سمت خود رو ایواز نمی کند. بیایید اکنون کاری می کنیم که قلم با نایچه تأثیر رساند. برای این کار ما باز سلوفانی پولیتیلین رو استفاده می بریم. قلم رو نیز با اون سویش میدهیم و اکنون میبینیم که نایچه سمت خود رو ایواز میکند یا نه انا تماشابینانی عزیز ما اینجا خوب مشاهده میکنیم که قلم با نایچه تاثیری کلان میرساند یعنی ببینید فکر میکنم که از دستانی ما نیست انا ببینید الکای نایچه افتید زیرا قلم با نایچه تاثیری کلان میکند یعنی نظر با دستان تاثیر کردن با قلم زودتر سمت خود رو ایواز میکند ببینید زودتر حرکت میکند انا دیدید تماشابینانی عزیز چقدر تجربه جالب است فکر میکنم که این تجربه رو همه شما اجرا میکنید زیرا در برنامه امروزه ما نه فقط تجربه اجرا کردیم بلکه یک چشم بندی نیز اجرا کردیم تماشابینانی عزیز دیدید چه خیلی تجربه جالب ساده و شوق‌آور است فکر میکنم که این تجربه رو همه شما اجرا میکنید زیرا طوری که شما دیدید این نه فقط یک تجربه جالب بود بلکه یک چشم بندی نیز بود با اجرای این تجربه شما خود را طوری که گفتم یک سحرگر حس میکنید و با کودکان باز شوق‌آورتر میشود. تماشابینانی عزیز طوری که گفتم این نه فقط چشم بندی بود. این یک تجربه است و اساسی واقعی خود را دارد. یعنی سببی خود را دارد. و تماشابینانی عزیز برای آن که شما فهمید که چرا نایچه از پشت دستانی ما و یا از پشت قلم حرکت میکند پس سببی این تجربه را همراه میشنویم. هنگامی سویش نایچه با سلوفانی پولیتیلینی پولیتیلین الکترون های خود را به نایچه میدهد و نایچه زریادی منفی میگیرد. وقتی که ما دستانمون را و یا قلم را به نایچه نزدیک میکنیم نایچه به دستانی ما نزدیک میشود و به طرف آنها حرکت میکند زیرا دستانی ما مقداری زیادی زریادهای مثبت دارند و طوری که به ما معلوم است زریادهای منفی و مثبت به هم دیگر جذب میشوند. انا تماشابینانی عزیز سببی این تجربه رو نیز
فهمیدیم. من باوری دارم که این تجربه آسان، جالب و خیلی شوق‌آور رو اجرا میکنید و همین طور شوق و هوس خود را به اجرای تجربه ها بیشتر میکنید. زیرا طوری که ما میدانیم اجرای تجربه ها هوس ما را به آموختن علم های دقیق بیشتر میکنند و همچنین ذهن ما را قوی تر میکنند. بینندگان عزیز، تجربه امروزه را هم را اجرا کردیم و وقت رسیده است که من با شما خیر و خوش کنم. ما را در برنامه های آینده با تجربه های جالب، نو و شوق‌آور منتظر باشید. خیر!